بسم الله الرحمن الرحیم. من هر روزی که از این انقلاب میگذرد بیشتر توجه به این معنا بیشتر پیدا میکنم که ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم. ما یا مقصریم یا قاصر، و در هر دو جهتش در پیشگاه ملت جواب باید بدیم. مردم ریختن همونطور که میدانیم این رسومه فساد را بیرون کردند و به پیروزی نسبی رسیدند. وقتی که امر دست ماها افتاد هیچ کدوم انقلابی عمل نکرد، و اگر چنانچه ما تجربه داشتیم، یعنی یه انقلابی کرده بودیم و از بین رفته بودیم و یه انقلابی کرده بودیم، اینطور عمل نمی کردیم. ما با بی تجربگی این انقلاب را ایجاد کردیم، یعنی ملت کرد، و ما با بی تجربگی اون کارهای انقلابی که باید در اول انقلاب بشد با مسامحه گذراندیم، و همون مسامحه هم موجب شد که این گرفتاری ها را تا حالا پیدا کردیم و از این به بعد هم داریم، مگر اینکه انقلابی جبران کن. ما ملاحظه می فرمید الان که مدت هاست یا اعضای عمومی اعلام میکنیم، یا تشییع جنازه میریم، یا راه پیمایی میکنیم برای کشتارهایی که شده است، یا مجلس اعضا منعقد میکنیم. کار ما این شده است که در این مملکت پاسدارهای ما اینطور قتل عام میشند و اینطور کشته میشند، و این برای این است که ما انقلاب را اونطور که باید راه نبردیم. اگر راه برده بودیم، اگر اون روزی که میخواستن در کردستان برن برای مذاکره، من بهشون تذکر دادم که اگر بخواهید مذاکره باید با موضع قدرت برید، اول باید ارتش و پاسداران اینها احاطه کنند، اونها را محاط قرار بدن، بعد شما برید صحبت کنید. مسامحه شد. این اسباب این شد که اون گرفتاری طولانی برای ما پیش آمد و اونقدر ضایعه واقع شد، و الان هم میبینید که ضایعه پشت سر ضایعه همین چند روز چقدر جمعیت از پاسداران شهید شدند، و این همش برای این است که ما دو دسته بودیم. یه دسته بودیم از مدرسه آمده بودیم وارد شده بودیم، و یه دستمون از خارج اومده بودیم و وارد شده بودیم. نه ما اون تجربه انقلابی را داشتیم و نه اونها اون روح انقلابی را. ولحاظا از اولم که ما در حسب الزامی که من تصور میکردم دولت موقت را قرار دادیم، خطا کردیم. از اول باید یک دولتی که قاطع باشد و جوان باشد، قاطع باشد، بتواند مملکت را اداره کند، نه دولتی که نتواند. منتها اون وقت ما نداشتیم فردی را که بتوانیم، آشنا نبودیم، بتوانیم انتخاب کردیم کنیم. انتخاب شد و خطا شد، و حالا هم که دولت میخواد در مجلس شورا دولت ایجاد بشد، حالا ما باید این مطلب را به مجلس شورا اعلام کنیم
که باید یک دولت متدین تمام 100% اسلامی و قاطع، یک نفر وزیر اگر مثل بعضی از این وزرا که الان هستند باشد، اینها نفسی رو تمام وزرا یکی یکی باید بررسی بشه. وزیر متدین 100% انقلابی مکتبی و قاطع، اگر چنانچه ما دولتمون باز مثل سابق باشد و اونطور وضع و اونطور دید را داشته باشد، ما باید اعضای این نهضت را بگیریم و پیروزی ما امکان ندارد. ولذا ما باید این اشتباهات سابق را جبران کنیم. اگر ما اون خطا را نکرده بودیم که هی آمدن به من گفتن، هی گفتن، هی گفتن این مصلحت اندیشان که اینهایی که سازمانی هایی که نکشتن آدم و که نکردن، این عفو بشد، این عفو بر خطا واقع شد و اینها ریختند مشغول توتر شدند، یک جمعیتی که در دست ما بودن رهاش میکردیم، یه دستیتی که باید بگیریم دیگه نگرفتیم. ما اگر مثل اون انقلابایی که در دنیا واقع میشد از اول عمل کرده بودیم که به مجرد اینکه پیروزی حاصل شد تمام درها را ببندیم و تمام رفت آمدها را منقطع کنیم و تمام این گروه ها را خفه کنیم یا کنار بگذاریم و منحل کنیم تمام این گروه هایی که بودند و با شدت عمل کنیم باشون، این گرفتاری ها برای ما پیدا نمیشد که ما هر روز عذاب بگیریم، هر روز شهید داشته باشیم. و این از دست ما گذشت و در بارگاه خدا ما استغفار میکنیم. از این به بعد نباید این چیز بشد، نباید تکرار بشد. باید دولت قاطع باشد، باید مجلس قاطع باشد. اگر در مجلس اشخاصی هستند که اینها باز همون تبر را میزنند و همون حرفا را میزنند، به اینها نباید گوش بدند. باید مجلس یک مجلسی باشد که با قاطعیت عمل کند و دولت اگر بخواد یک قدم کنار بگذارد با قاطعیت بخواندش و ردش کنند. و از اول هم که میخوان قرار بدن یک دولتی را تصدیق کنه، یک دولتی را، یک دولتی باید باشد تمام افرادش، وزراش، تمامشون اشخاصی باشند که بفهمند چی شده است، بفهمند که ما در چه حالی واقع هستیم، بفهمند که اسلام به چه دور باید در ایران پیاده بشد. اینها بسیاریشون اصلا توجه به این مسائل ندارند. وزارتخانه ها الان هیچ کدام یه وزارتخانه صحیح نیست. هر روز تقریبا از خارج ما اطلاع میدن که سفارتخانه کجا، چه دور از سفارتخانه کجا، اموال ایران در سفارتخانه ها دارد از بین میرد، میلیارد ها اموال ایران در اونجا هست، میلیارد ها خانه هایی که ساخته شدن قیمت دارن، دارن از بین میرن و کسی نیست که به اینها رسیدگی کنند. ما نداریم کسی که رسیدگی کنه. الفاظ زیاد است، تیمیان میگن همه جا درست شد مکیس شد، لیکن واقعیت ندارد. باید یک هیئتی از طرف مجلس، یک هیئتی تعیین بشد، از اشخاص قاطع را بیفتن دور ممالکی که سفارتخانه داریم، سفارتخانه ها را اصلاح کنن، این اشخاص سازمانی و این اشخاص فاسد را کنار بذارن که سفارتخانه انسانی بشه. سفارتخانه حالا در هر جا که دست روش میذارن فاسد است، هر جا که دست میذارن جز خوردن و خوراک و جز تفریح و فحشا چیزی درش نیست. اینا باید اصلاح بشن. این نمیشد که ما تقریبا قریب 2 سال است که میگیم جمهوری اسلامی هیچ چیز اسلامی نباشد، هر جاش دست بذاریم میبینیم خراب است. اینجا هم وزارتخانه شمیطور نمیتوند دوام پیدا بکنن. ما نمیتونیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایون میخوان با اون مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست بکنن.
ما میخوایم اسلام را تعریف بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخریارا، نه این که آقا خلقالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. اینا همین حرفای غربی را میزنن که ما باید اصلاح کنیم، اول همه را اصلاح کنیم بعد حد بزنیم. این عجیب است که اول ما باید این مملکت را همه را هدایت کنیم که همه تربیت بشن بعد حد بزنیم. اگر یک کسی حالا شور به خمت کرد، حالا حدش نزنیم، حالا اول سوش بکنیم تا مغزش اصلاح بشه. اینا حرفای غلطی است، باید حدود جاری بشه.